ما چطور میتونیم به تایملاینمون نزدیکتر یا ازش دورتر بشیم؟ این به این معنا نیست که میخوایم تو زمان بندیش تغییری به وجود بیاریم، اما میخوایم یه مقداری، فرضاً چند فریم از این کلیپ رو کم بکنیم یا حالا یه کار دقیقی روش انجام بدیم. با زدن کامند مثبت شما میتونید نزدیکتر بشید به تایملاینتون و با زدن کامند منفی میتونید از اون دورتر بشید. همونطور که شما میبینید این پایین یه اسلایدر وجود داره که دقیقاً این اسلایدر رو همین کار رو میکنه. اگر شما بخواید میتونید با این نقطه مورد نظرتون برید و حالا اونجا شروع به کار کردن بکنید، یا اندازه تایملاین رو کوچیکتر یا بزرگتر بکنید، دقیقاً همون کامند مثبت و کامند منفی. اینجا هم باز شما یک آیکون دارید که این هم همین کار رو انجام میده و براتون روی تایملاین زوم یا زوم آوت میکنه و همونطور که گفتم این کار توی تایمینگ و زمانبندی شما هیچ تأثیری نداره. عنوان بعدی که توی تایملاین شاید براتون خیلی مهم و جالب باشه اندازه این کلیپ ها. حالا شاید الان براتون سوال شده باشه که خب چه فرقی میکنه که این کلیپ ها بزرگتر باشن یا کوچیکتر باشن. بعد از دیدن درس بعد مطمئنم جواب این سوالتون رو میگیرید، اما فعلا برای حالا بدونید که این آیکون ها کلیپ های شما رو بزرگتر، کوچیکتر، کوچیکتر و کوچیکتر میکنن. عنوان بعدی که شما اینجا دارید کلیپ اوورلیز، کی فریمز و آدیو هست. این دوتا عنوان رو به علاوه این مثلث کوچیکی که اینجا میبینید من توی قسمت‌های بعدی بیشتر راجع بهش صحبت میکنم، اما برای الان زدن این آیکون کی فریم های شما رو نشون میده و زدن این آیکون اوورلی ها که راجع به جفتش حالا بیشتر صحبت میکنیم. اما این آیکون صدا یه تب کوچولو، یه قسمت کوچولو رو اینجا برای صدا باز میکنه. اگر شما چند تا فایل صدا اینجا داشته باشید، و به طور مثال اینجا بخواید حالا قسمت فقط این دوتا کانال صدای پایینی رو بشنوید و دوتا کانال بالایی رو نشنوید، شما هم میتونید صدای بالا رو خاموش کنید و با این عمل دیگه صدای این قسمت نمیاد، یا اینکه اگه تعداد خوب این کانال های صدا خیلی زیاد باشه شاید دونه دونه رفتن و خاموش کردنش خیلی زمانبر باشه، شما میتونید اونها رو سولو بکنید. نتیجهش رو با هم میشنویم. حالا اگر من اینها رو از حالت سولو در بیارم و دو تا کانال رو با هم بشنویم، خب زیاد جالب نشد چون دو تا موسیقی روی هم هستن. خب حالا ممکنه من موسیقی بالایی رو بخوام بشنوم، دو تای پایینی رو خاموش میکنم و حالا اگر دوست داشتم میتونم این رو دوباره از حالت خاموشی صدا در بیارم. عنوان دیگه که تو این درس با هم میبینیم کوچیک یا بزرگ کردن ترک های ویدیوه. اگر شما بخواید یه ترک خاص رو بزرگ یا کوچیک بکنید، موستون رو به وسط این خطی که شما میبینید میارید و موس از حالت فلش تبدیل میشه به یه خط صاف با دو تا فلش بالا و پایین. حالا شما اگر کلیک بکنید و درگ بکنید، این یک دونه کلیپ خاص براتون بزرگ یا کوچیک میشه.